به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید. جلسه 6:30 صبح، تصمیم 71. اول، در گذشته مدیریت تصفیه کابل بانک گفته بود که نیازهای صاحب صلاحیت و زیربط در قسمت اوامر صادر شده اجرا نمی کنند و به همین منظور صلاحیت حصول قرضها به جلسات 6:30 محول گردید. اما تا همین لحظه این مدیریت حاضر به ارائه لیست قرضدارها نگردید. فردا به جلسه احضار می گردند تا تحلیل و کارشکنی مدیریت خودش را تشریح و توضیح نماید. تنها یک مورد را که گزارش شده بود در ظرف کمتر از یک هفته حل نمودیم که تخلیه یک خانه در کارت پروان بود. در این ارتباط اگر مسائلی را می دانید با ما شریک سازید. دوم، از ده ها مورد دستگیری که در 70 روز گذشته صورت گرفته است، 17 نفر آن کسانی هستند که عضویت داعش و طالب را در عین زمان دارند. این همان ثبوت با ارزش است که دولت افغانستان در ارتباط با تفاهم عملیاتی و تاکتیکی میان داعش و طالب در اختیار دارد. امنیت ملی این 17 مورد را با جزئیات در روزهای آینده به ملت افغانستان بیشتر توضیح داده و هویدا خواهد ساخت. سوم، آخرین باری که در کابل کمره های امنیتی به صورت منظم نصب گردید سال 2008 میلادی بود. اکنون که تکنولوژی پیشرفت چشمگیر نموده است، قرار شد که کابل بهتر از گذشته، مخفی تر از گذشته و با تکنولوژی پیشرفته زیر پوشش کمره های امنیتی قرار گیرد. این برنامه بزرگ که برزش بالاتر از 100 میلیون دلار امریکایی تمام می شود با کمک متحدین ما از حمایت قاطع صورت خواهد گرفت. ساحه برای توریست و دوست تنگ تر می شود، نه گشاده تر. چهارم، بخاطر ترس از عملیاتی های غافلگیرانه توریستان در یکی دو نقطه از شهر کابل، مواد منفجره را مانند اشغال در زباله‌دانی ها انداختند. یکی از این موارد دریافت مقدار 40 کیلو مواد منفجر توسط امنیت ملی است. این مواد در نزدیک لیسه محمد صدیق پسرلی در ساحه رحمان بابا مینا یافت شده است. مورد دوم در ساحه بگرامی است. جزئیات را بخش مطبوعاتی ما با مردم شریک خواهند ساخت. پنجم، شکایت مردم شهرک اتفاق به گوش ما رسید، اقدام می شود، نگران نباشید. ششم، شکایت مردم در ارتباط به کلاهبرداری در مدیریت داوود زای سنتر به گوش ما رسید، اداره مبارزه با جرایم سنگین این موضوع را حل می کند، نگران نباشید. هفتم، در هفته آینده ده ها ساحه سبز که مخفیانه به سرای پارکینگ و یا حیات خلوت زورمندان تبدیل گردیده است توسط شانوالی و با حمایت اداره مبارزه با جرایم سنگین آزاد شده و دوباره به پارک تفریحی برای مردم عزیز کابل تبدیل میگردند. منتظر اعلامی هفته آینده ما باشید، اما شما خود می توانید برای ما آجندای کاری تعیین نمایید. اگر می خواهید شهروند عملگرا باشید پس سهیم شوید. هشتم، کار کرده شاروالی در تثبیت بلند منزل هایی که مالک های مجهول الهویت دارند قابل تمجید است. خیلی قابل تمجید است. حالا که بحث جریمه های سنگین مطرح شده، صاحبان اصلی این جایدادها به صحنه آمده و مشکلات ایجاد می نمایند. اگر این روند توقف نیافت، هفته آینده شماری از منتقدین شاروالی را که در اصل مالکیت جایدادهای غیرقانونی اند افشا خواهیم ساخت. نهم، ارزیابی پلیس از گراف جرایم نشان می دهد که در زمستان ها جرایم کوچک و خیابانی اضافه می شود. تحقیقات نشان می دهد که شماری از جوانان روستایی که زمستان به شهر می آیند با مجرمین شهری یک دست شده و دست به دزدی ها و رهزنی می زنند. به عباره دیگر، جرم پیشه های شهری از ساده لوحی و ساده دلی روستاییان استفاده کرده و آنها را شامل حلقات جرم پیشه می سازند. در حالی که باز هم احصای مقایسوی از جانب نهادها به صورت اکادمیک به اتمام نرسیده است، اما ارزیابی های ابتدایی نشان می دهد که
تحرک در پلیس به خاطر رسیدگی حل و به نتیجه رسانیدن دوسیه ها در بعضی موارد مانند دزدی موتر، قتل، رهزنی و موبایل دزدی 3 برابر شده است. پلیس میگوید در حالی که در گراف بعضی جرم ها نه تنها تفاوت نیامده بلکه اضافه شده، اما پلیس توانسته است که مجرمین را دستگیر نماید و این تحرک در پلیس است که وضعیت را تغییر داده است. قبلا فکر می شد که فرار و یا بزدلی دزدان باعث کاهش جرم شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که دلیل اصلی بهبود وضعیت در رفتار دزدان و جرم پیشه ها نه بلکه در تحرک پلیس است. به همین دلیل رسیدگی به فرد از هزاران نفر جرم پیشه شامل فهرست بسیار مهم و حیاتی است. مثلا در بخش موبایل دزدی به بالاتر از 90% شکایت ها رسیدگی صورت گرفته و دزد دستگیر گردیده است. اما در 60 روز گذشته حد میانه روزانه 6 رویداد جنایی در کامل رخ داده است. نتایج بررسی های اساسی و تکنیکی را با شما شریک خواهیم ساخت. دهم، خوشبختانه شکایت مردم از موارد جرمی در شهر کابل کاهش یافته است. تعداد تماس ها در این ارتباط کاهش یافته است، اما حالا بیشتر تماس ها در ارتباط به مسائل حقوقی است. برای رسیدگی به مسائل داغ حقوقی که مردم از روی مجبوریت آن را با جلسات 6:30 صبح مطرح می سازند، باید شیوه جدید هماهنگی رخ در رخ را ایجاد نماییم. دلیل اصلی توسل به جلسات 6:30 رسیدگی به مسائل جرمی و ایجاد نظم شهری بود، یعنی ما به مرحله نو و از دید محتوا متفاوت در تطبیق میثاق امنیتی رسیده ایم. با ما باشد، از ناکامی نترسید، از بیکارگی و سیلبینی دوری جوید. نگفتن آمد که حمایت از میثاق امنیتی و جلسات 6:30 صبح باز هم از 70% بالا رفته است. روزتان خوش. این در حالی است که یوسف که سالهاست از رای رانندگی امرار معاش میکند میگوید بارها با زنان روبرو شده است که در نهایت با تهدید و بی‌آبرو کردنش از او اخاذی کردند. یوسف به روزنامه اطلاعات روز میگوید که پس از آن که چند تن از این زنان که به عنوان مسافر سوار تاکسی است شده بودند و با زور و نیرنگ از او اخاذی کردند، دیگر جرأت نمیکند زن تنها با چادری یا دوزن را سوار تاکسیش کند. حمید دیگر راننده تاکسی است که میگوید هر روز در مسیرهای پل باغ عمومی شهر نو و قلعه فتح‌الله مسافر کشی میکند. او 8 سال است که به شغل رانندگی مشغول است. حمید میگوید تا به حال 3 بار در این دام گرفتار شده است. او میافزاید روش این زنان برای گرفتن پول این گونه است که راننده را تهدید به بی‌آبرویی میکنند و میگویند اگر پول ندهد آبرویش را میبرند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و جدید ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.